خیلی خوش آمدید عزیزان به جلسه امروز روح القدس که درس چهارم هست و موضوع صحبت امروز ما یاری دهنده ما که در ما ساکن می شود. عزیزانی که چه از طریق فیسبوک ما همراه هستن و چه از طریق برنامه های مختلف یوتیوب حالا این درس ها رو دنبال می کنن، امیدوارم که درس های قبلی رو گذرونده باشید و امروز دوره چهارم هست که می خواهیم با هم نگاهی بکنیم در این قسمتی که روح القدس چه عملی انجام میده. خب قبل از هر چیز میخواستیم یک دعایی بکنیم و با دعا دوره امروز رو، درس چهارم رو بتونیم ادامه بدیم. خداوند عزیز، تو رو شکر میکنیم و تو رو میپرستیم برای روح قدوس خودت، به روحی که به ما عطا کردی تا از طریق حضور توی خداوند در قلب ها و ذهن ما خدا بتونیم تو رو بشناسیم و با تو همراه باشیم. تو رو شکر میکنیم ای روح القدس عزیز، در این ساعت به طور خاص میخواییم که با هر یک از ما باشی که در این جمعی که اینجا حضور دارند و چه عزیزانی که این برنامه ها رو در جاهای مختلف تماشا میکنن، روح تو رو میطلبیم در اون مکان، در اون فضای خود میخواییم که خدا ما رو آماده کنی برای درک این قدرت عظیم تو ای روح القدس که تو چطور در ما میخوای عمل بکنی. تشکر میکنیم این ساعت رو به طور خاص میخواییم که تو برکت بدی و ذهنهای ما رو تو باز کن جهت شناخت عمیق‌تر از کار عظیم تو ای خداوند. شکر میکنیم و نام عیسی مسیح میطلبیم و این ساعت رو به دستان تو میسپاریم. آمین. خب همونطور که اشاره شد، موضوع صحبت امروز ما یاری دهنده ما که در ما ساکن می شود هست که اینو امروز ما موضوع صحبت ما هستش. چند نفر از ما یادشون هست در رابطه با کلمه پاراکلیت؟ خب میتونید بگید که پاراکلیت به چه معنی بود؟ مدافع. بله دیگه؟ یاری دهنده. بله، یاری دهنده، تسلی دهنده، یاری دهنده. این زبان اصلی یونانی گفتیم که روح القدس رو گفته میشه که پاراکلیت. حالا ما میخواییم این پاراکلیت رو عملا نگاه بکنیم که چه کارکرد تو زندگی ما داره و چطور انجام میده. لحاظ عملی ما میخواییم کار این پاراکلیت رو تو زندگی خودمون ببینیم. خب بهتره که اول از همون انجیل یوحنا باب 14 آیات 16 و 18 ما پیش بریم و اونجا یک نگاهی بندازیم که ببینیم کار کردیم پاراکلیت در زندگی ما به چه شکل انجام میده. اینطور میگه در انجیل یوحنا باب 14 آیات 16 تا 18: من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. شما را بی کس نمیگذارم، نزد شما میآیم. معنی تحت و لفظی پاراکلیت در واقع اینطور میتونیم ترجمهش بکنیم: کسی که دعوت شده در کنار ما بایستد و کمک کند. این معنی تحت و لفظی بخوایم خیلی راحت ترجمهش کنیم یعنی همین، کسی که در کنار ما میسته و ما رو کمک میکنه. یک پاراکلیت کاری رو انجام میده که من و شما به تنهایی قادر به انجام اون نیستیم. کارکرد اون کاری هست که ما نمیتونیم انجام بدیم، او به جای ما اون کار رو انجام میده. مثلا حالا یه نمونه در رابطه با درک اسرار ملکوت خدا. ما هر چقدر با عقل و منطق خودم بخوایم ای بررسی بکنیم، جایی رو آخر نمیگیره مگر اینکه روح القدس میاد ذهن ما رو باز میکنه، تازه متوجه میشیم که واو اسرار ملکوت خدا یعنی چه. همون عبارتی که عیسی مسیح به شاگردان گفت، یادتون هست چی گفت؟ گفت اسرار ملکوت خدا به شما داده شده، مردم بیرون میبینن نمیفهمن، میشنون درک نمیکنن، ولی شما در واقع انتخاب شدید که چی؟ اسرار ملکوت خدا رو بفهمید، درک بکنید. و این کار پاراکلیته که ذهن ما رو باز میکنه و یا در قسمت هایی که معجزه صورت میگیره، شفا جاری میشه، این هم باز جزئی از کار پاراکلیت هست که
اون خدمت خودش رو انجام میده. حالا ببینیم که این همین کلمه یونانیش که پاراکلیت هست در اول یوحنا باب 2:1 هم اونجا ما باز اشاره میشه به پاراکلیت که این قسمت رو من میخونم. اینطور میگه: ای فرزندانم، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. کلمه ای که اینجا در رابطه شفیع عنوان شده در اصل یونانیش همون پاراکلیته و به زبان فارسی همون کلمه وکیل هم معنی داده میشه. یعنی شفیع در فارسی هم شخصی که وکیل و از جانب شما سخن میگه و دفاع شما صحبت میکنه. شاید ناراحت نشده من آب بخورم. بله، دفعه بیت جلسه میگفت رفت که شما صدات گرفته شد شما آب نخوردید، گفتن الان ما آب بخوریم که قانون رو نشکنیم. بله، پس گفتیم چی؟ اینجا به فارسی در واقع شفیع که به کار برده میشه همین یعنی وکیله. و وکیل من فکر میکنم اکثر ما در این فرهنگی که ما به سر بریم آشنایی داریم که چه کار کردی داره. سالیان سال پیش ما اصلا رنگ وکیل ندیده بودیم، نمیدونستیم وکیل چی هست. ولی خب زمانه سپری شد که در ایران الان همه فکر میکنم به نوعی با یه وکیلی سرکار دارن. هر خانواده یه وکیلی بر خودش داره، چون وضعیت سیستم دنیا جوری شده که بدون وکیل انگار نمیتونی کاری انجام بدی. خود ما اهمیت یک وکیل خوب را از لحاظ زمینی بخوای حساب بکنیم خیلی خوب درک کردیم که چقدر مهمه یک وکیل خوب. و اکثرا دنبال یک وکیل خوب میگردن. چرا؟ چون یک وکیل خوب از لحاظ قانونی ملت قانونگذاری هایی که هست به خوبی آگاه هست. و یک وکیل خوب یک دلسوز موکل خودش هم هستش. خدا را شکر ما از لحاظ زمینی یک وکیل خوبی داشتیم در ایران که ایشون به خاطر پول خدمت نمی کردن. و اسم این وکیل آیه رستمی بود و خدا برکتش بده. الان به خاطر همین دفاعیاتی که از موکلین خودش میگیره و برای حقوق بشر این خدمت رو انجام بده، الان حبس زندان 13 سال محکومه. و دعا میکنیم که هر جا که هست خداوند یاری بده و اینجور وکیلای خوب کم هستش. حالا شما تصور بکنید ما که دائما دنبال یه وکیل خوب هستیم، از لحاظ زمینی ما احساس امنیت میکنیم، چقدر بیشتر در دنیای روحانی ما وکیلای خوبی به احتیاج داریم. و خدا رو شکر ما امروز دو نوع وکیل بسیار عالی روحانی داریم. وکیلی که امروز ما داریم بر روی زمین روح القدس هست که او به جای ما سخن میگه و هر جا که ما کم میاریم و چیزایی که برای ما بیانش دشواره او به جای ما بیان میکنه. به هر جا که درکشون برای ما سخته او برای ما توضیح میده. و این وکیل خوب از ما دفاع میکنه. همونجور که گفتیم پاراکلیت کارش همین کار رو انجام میده. وکیل دیگری هم ما داریم در آسمان که در دست راست خدای پدر نشسته و از من و شما دفاع میکنه. چقدر عالیه نه؟ دو تا وکیل بسیار زورآور و قوی، عالی، که از همه قوانین آگاهی دارن و دلسوز من و شما هستن که او آنها در واقع از من و شما دفاع میکنن. با داشتن یه همچین وکیلی من فکر نمیکنم کسی توی دادگاه شکست بخوره، حتما پیروز خواهید شد. آمین؟ آمین. بله، پس حالا نگاه کنیم که این وکیل که عیسی مسیح در موردش صحبت میکنه، یعنی همین وکیل یا تسلی دهنده یا مشاور یا یاری دهنده که ما هستش، ببینیم که خود عیسی مسیح چی میگه در مورد اون. خوبه که از یوحنا باب 14 آیات 16 و 18 که اونچه که البته خونده شد در رابطه با یک نگاهی دیگری ما بندازیم و در مورد اون بیشتر باز بکنیم که منظور اون گفتار چی بوده. در بود اول اینو ما اینجور مشاهده میکنیم: پدر مشاوری دیگر به شما خواهد داد.
ما باید مقدار اهمیت دیگر را، کلمه دیگر را بیشتر درک بکنیم. عیسی میگه که من به عنوان یک شخص در کنار شما بودم، ولی شخص دیگری خواهد آمد، جای من اونجا خواهد گرفت. من به عنوان یک شخص کنار تو بودم، ولی من بعد که برم شخص دیگری میاد که چیکار میکنه؟ از شما یاری میده، به شما یاری میده، کمک شما خواهد بود. من تو الانش کمک شما بودم، تسلی دهنده شما بودم، اگه مشکلی داشتید کمکتون میکردم، ولی الان اون یاری دهنده پاراکلیت میاد و در کنار شما خواهد بود. و این یاری دهنده مثل یاری دهنده ای نخواهد بود که در زمان عیسی مسیح خودش از لحاظ بدنی فیزیکی در کنار ما باشه، چون موقع محدود بود. الان دیگه اون محدودیت زمانی نخواهد داشت. پس ببینید چی میگه ادامه اون، میگه او با شما برای همیشه خواهد ماند. عیسی مسیح در این قسمت خیلی راحت، روک و پوسکنده راحت صحبت میکنه. میگه که من 3.5 سال در کنار شما بودم و الان به صلاح شما هست که من برم و بتونه دل شما بگه مضطرب نشه، افسرده نشید، مایوس نشید، چون که من دوباره باز بر میگردم. یعنی در واقع از طریق روح القدس میگه، اون یاری دهنده میاد. و در ادامه صحبت‌های این آیات میگه که او با شما خواهد زیست و در شما خواهد بود. در این قسمت هم اهمیت زیادی است که در شما وجود داره که این وکیل، این تسلی دهنده، این یاور، این کمک کننده، کارهایی که انجام میده در واقع با ما خواهد بود، با ما، در ما در واقع زیست خواهد کرد. به عبارتی میتونیم اینطور بگیم، ما آدرس سکونت او خواهیم بود. چقدر جالبه نه؟ بدنهای ما، زندگی ما آدرس سکونت خدا خواهد بود و خدا اشتیاق فراوان داره که او در ما ساکن باشه و این از طریق روح القدس هست که انجام میشه. و میگه که من شما رو یتیم نخواهم گذاشت. لحظه ای فکر بکنید، اگر عیسی مسیح وعده رو نمیداد و روح القدس نمی اومد، چه اتفاقی برای ما می افتاد؟ واقعا سردرگمی، گمراهی، مثل زمان شاید میتونیم بگیم عهد عتیقی، اون موقع همه کس روح خدا رو نداشتن و چقدر سخت بود زندگی اون زمان. کسانی که روح خدا رو داشتن افراد خاصی بودن، مثل پادشاهان یا کاهنان یا انبیایی بودن که اونا فقط اونا روح خدا رو داشتن و قوم رو هدایت میکرد. ما بقیهش کدوم روح خدا رو نداشت. چقدر سخت بود برای اونها که بتونن این قومی که روح خدا رو ندارن، آشنایی به امور الهی ندارن، راهنمایی کرد و رهبری شد. و چقدر سخت بود امروز برای ما اگر روح القدس نبود، نمی اومد و این وعده خدا انجام نمی گیره. واقعا میتونستیم بگیم که یتیم میشد. بدون راهنمایی، بدون یاری دهنده، بدون وکیل، بدون کسی که بتونه به ما کمک بکنه خواهیم بود و یک مشکلات دیگه‌ای می‌داشتیم. ولی خدا رو شکر که عیسی مسیح گفت من شما رو یتیم نخواهم گذاشت، با شما خواهم بود. و اون میگه که من نزد شما خواهم آمد. این یکی از چیزهای بسیار مهمی هستش که عیسی در روح القدس نزد شاگردانش اومد. عیسی مسیح از طریق روح القدس که در اومد، بعض در کنار خود این شاگردان در واقع به نوعی قرار گرفت. دیگه اون محدودیت فیزیکی که در زمانی که با شاگردان بود دیگه نداشت. اون زمان محدود بود. یک موقع اگه با پتروس صحبت میکرد، همزمان نمیتونست با مریم مجدلیه سخن بگه. یعنی اگه جایی تو اورشلیم بود دیگه نمیتونست در جای شهر دیگه ای باشه. از لحاظ زمانی بسیار محدود بود و این یک نوع ضعف الهی محسوب میشه. برای همین بود که گفت من برم که بتونم چیکار بکنم، که از طریق روح القدس بیام و در کنار شما، در شما زیست بکنم. این محدودیت برداشته میشه و خدا رو شکر امروز روح القدس در همه جا سرتاسر زمین که نگاه میکنیم در حال عمل هستش. همین روح القدس که عیسی در روح القدس در کنار من و شما قرار داره،
یک موقع در ایران هست که اونجا کسی رو داره محص میکنه و قوت میده، یک جا در استرالیا هست کسانی که اونجا احتیاج به یک خدمت دیگه دارن، یکی در جنگل آفریقایی هست، همزمان روح خدا اونو چیکار میکنه؟ اونو تقویت میکنه. یعنی اون محدودیت زمانی دیگه برداشته شد و عیسی از طریق روح القدس با همگان ما در یک زمان در یک جا میتونه حضور داشته باشه. این یکی از عجایب کار خدا هست که ما شاید سر در نمیاریم چطور این کار انجام میشه، نمیدونیم. ولی این کاری وعده، این نقشه الهی بود که از این طریق خواست که او دائما در کنار، در دل ما، در زندگی ما نقشی داشته باشه و ما رو تنها نگذاره و تا به ابد با ما همراه باشه. چقدر عالی و بی‌نظیر هست، ها؟ او دیگه وابسته به مکان و زمان و دو مرز دیگه نیستش. او دیگه همه جا در آن واحد میتونه حضور داشته باشه. یه قسمتی میخوام در این قسمت بیشتر تعمق بکنید، به قسمت تبادل اشخاص که یک شخص میره و شخص دیگه جایگزین میشه. اینو میخوام در انجیل یوحنا لطفاً یکی از شما بخونه. انجیل یوحنا باب 16 آیات 5 تا 7 یک نفر این قسمت رو بخونه. اکنون نزد فرستنده خود میروم و هیچ یک نمیپرسید کجا میروم، اما به سبب شنیدن سخنانم دل شما آکنده از غم شده است. با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اکنون روم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم، چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت. مرسی، ممنون. پس ببینید عیسی مسیح با یک زبان بسیار ساده داره اینو میگه که اگر من از لحاظ شخصیتی من اینجا در کنار شما باشم، شخصی روح القدس در آسمان اونجا بر همونجا باقی خواهد ماند، ولی اگر من بروم شما رو ترک بکنم برم، اون روح القدس که در آسمان برقراره او خواهد آمد، اون به مراتب فراتر و مهمتر و عمیق‌تر عملی خواهد کرد تو اون نقشه الهی رو. پس در واقع اینجا این تبادل شخصیتی الهی رو ما میتونیم ببینیم که یکی وقتی که یکی از الوهیات که در مدت 3.5 سال روی زمین بود و در کنار شاگردان بود و این خدمت پاراکلیت رو انجام میداد، حالا میره در آسمان و اون شخصیت دیگر جایگزین کار عیسی مسیح رو میگیره. متوجه هستید؟ این تبادل شخصیت الهی است که یکی از این الوهیات در واقع روی زمین در حال ماموریته. کار عیسی مسیح در روح القدس در واقع ادامه پیدا میکنه. و خود عیسی مسیح میگه که این برای شما خوب هست که من برم. و در ترجمه دیگه میگه که این به مصلحت شماست. این به نفع شما خواهد بود که من برم و این پاراکلیت روح القدس رو او به جای من خواهد آمد و در شما زندگی خواهد کرد. این چقدر وعده عالی و نیکویی هستش که خود عیسی مسیح میگه که این به نفع شما خواهد بود. خیلی از مسیحیان گاهی اوقات این کلام رو به زبان میارن، میگن که ای کاش من در زمان زندگی میکردم که عیسی مسیح در لحاظ فیزیکی روی قید حیات بود، روی زمین بود. ولی در صورتی که عیسی مسیح میگه که الان از طریق روح القدس اون کارایی رو بیشتری میتونی داشته باشی تا زمانی که اون زمان میخواستی در کنار فیزیکی من باشه. الان ما امروزه بیشتر از وجود خود شخصیت عیسی مسیح برخوردار هستیم تا اون زمانی که ما میخواستیم از لحاظ فیزیکی کنار او میبودیم. حالا ادامه خواهیم داد، متوجه خواهیم شد که منظور چی هستش. خب ما در این قسمت میخواییم حالا ببینیم، ما وقتی که میگیم در مورد روح القدس میخواییم فکر بکنیم یعنی چی؟ یعنی الان میگیم که روح القدس اومده و در واقع کار عیسی مسیح رو بر روی زمین داره انجام میده، ادامه میده. خدمتی که عیسی مسیح داشت در واقع روح القدس داره ادامه میده. ما وقتی که میخواییم در مورد روح القدس فکر بکنیم یعنی
چطور میتونیم بیاندیشیم؟ چطور میتونیم در مورد روح القدس فکر بکنیم؟ مگر غیر از این هست که ما بتونیم به این شکل نگاه بکنیم که حضور عیسی مسیح همواره با ماست. وقتی ما میگیم در مورد روح القدس میخوایم فکر بکنیم، یعنی به همین مفهوم که عیسی مسیح در ما هست، از طریق روح القدس، در واقع همون شخصیت الهی که زمانی بر روی زمین خدمت میکرد، ماموریتی داشت، امروز از طریق بُعد روحانی، از طریق روح القدس در دلهای ما ساکن هست و زندگی میکنه. مثلا نگاه کنید، هر اون کاری که عیسی مسیح انجام میداد، روح القدس همچنان در حال انجام دادن همون عملی که عیسی مسیح انجام داد اون مشغول هست. کار روح القدس در واقع ادامه کار مسیح بر روی زمینه. مسیح در اون زمان مثلا با شاگردان بود، وقتی روح القدس اومد، در واقع روح القدس امروز در کنار ما هستش. در اون زمان عیسی مسیح شاگردان خود رو تعلیم میداد، امروز روح القدس من و شما رو داره تعلیم میده. در اون زمان خود عیسی مسیح شاگردان رو تربیت و نصیحت و تشویق میکرد، امروز هم روح القدس همین کار رو با من و شما انجام میده. در واقع تمام کاری که عیسی مسیح در قید بدنی خودش، فیزیکی خودش با شاگردان در حال انجام ماموریتی بود، وظیفه انجام میداد، در واقع امروز روح القدس همون کار رو، همون کار عیسی مسیح رو با من و شما انجام میده. آیا غیر از این است که ما بتونیم بگیم که عیسی مسیح رو ما وقتی در مورد روح القدس فکر میکنیم، یعنی عیسی مسیح در روح با ما یک شده، با در روح در ما زندگی میکنه؟ پس عیسی اولین تسلی دهنده ای بود که در طول تاریخ وجود داشت برای شاگردان و همچنین برای کل کلام خدا که میگه. اکنون روح القدس به جای او در واقع تسلی دهنده معرفی شده، یاور معرفی شده، کمک دهنده، یاری دهنده. خب اجازه بدید تاثیر این پاراکلیت در بُعد عملی ما در نور تجربه شاگردان ببینیم که به چه صورت این پاراکلیت عملا انجام داد که میتونه امروز هم در زندگی من و شما انجام بده، یا در یک بُعدی از زمانی که ما، زمانی که با مسیح ملاقات کردیم، در اون تاریخ خداوند در زندگی ما انجام داده باشه، شاید مشابه باشه. سه نتیجه فوری ما داریم که وقتی روح القدس اومد چه تغییرات بنیادی رخ داد اونجا. اولین قسمتی که ما مشاهده میکنیم اون نقشه خدا و خدمت عیسی را که خیلی از برای شاگردان هنوز مبهم بود، زمانی که عیسی مسیح در کنارشون بود هنوز آگاه نبودن، ولی به محض اینکه روح القدس میاد تازه متوجه میشن اون نقشه الهی و اون خدمت عیسی مسیح رو تونستن درک بکنن که وا این چه شخصیتی بود. تو قبل از آمدن روح القدس شاگردان حتی پی نبرده بودن به الوهیت عیسی مسیح که او چه نوع شخصیتی داره، آگاه نبودن، از لحاظ شناختی بسیار کند و محدود بودن، نمیتونستن عیسی مسیح رو به اون شکلی که خودش در مورد خودش سخن میگفت بفهمن. ولی همین گفت که روح القدس وقتی که بیاد به شما تعلیم خواهد داد و یادآوری خواهد کرد و چیزهایی که هنوز توانایی درک او رو ندارید به شما آگاه خواهد کرد، برای شما تعریف خواهد کرد. پس وقتی که روح القدس میاد به طرز عجیبی ذهن اونا باز میشه، متوجه شخصیت و الوهیت عیسی مسیح میشن که واو چه شخصیتی ما در کنار ما میزست که ما آگاه نبودیم. برای خودم من یک زمانی خیلی دعا میکردم که میخواستم خدا رو ملاقات بکنم مثل پولس رسول، که چطور حضور عیسی مسیح رو در رویا به این شکل عجیب و غریب دید، مشاهده کرد، صداشو شنید. منم میخواستم سالیان پیش همینجور دعا کنم یه همچین ملاقاتی با عیسی مسیح داشته باشم، ولی دنبال عیسی فیزیکی میگشتم، چیزی عاید من نشد. ولی وقتی که سالها گذشت، وقتی که مرحله توبه و شنیدن پیغام انجیلشم رسید، وقتی که ملاقات کردم با مسیح، در واقع نه فیزیکی بلکه در بُعد روحانی، ذهن منو باز کرد تا حقایق کلام خدا رو بتونم بفهمم، و اونجا تازه فهمیدم که این عیسی مسیح چه شخصیتی داره. همین اتفاق هم فکر میکنم برای خود
شاگردانم رخ داد، با وجود اینکه به مدت 3 سال با عیسی مسیح زندگی میکردن و این عجیبه که هنوز اون شناخت واقعی رو که باید میداشتن نداشتن، چرا که هنوز پاراکلیت نیامده بود، هنوز روح القدس نیامده بود و نمیتونستن اون رو درک بکنن. پس یکی از کارهای عملی و فوری که انجام میده در آن واحد، ذهن ما رو باز میکنه روح القدس، حقیقت رو اون چه که هست در رابطه با خود ذات خدا به ما آشکار میکنه و همچنین وضعیت ما رو برای ما توضیح میده که چقدر ما احتیاج داریم و به این شکل ما میتونیم اون نجات رو پیدا بکنیم. نتیجه دومی که ما مشاهده میکنیم به طرز عجیبی که شاگردان عوض شدن ما میتونیم مشاهده کنیم. همونطور که شما هم آگاه هستید، شاگردان از لحاظ اینکه جان خودشون رو نجات بدن بعد از اینکه این واقعه صلیب رخ داد، همه از ترس جان خودشون فراری شدن. حتما خاطرتون هست که در غاری پنهان شدن که جان خودشون رو نجات بدن از ترس قوم یهود که نیان حالا سراغ اونها و زندگیشون به هر حال دیگه تو خطر بیفته. ولی عجیبه که وقتی که روح القدس میاد، همون افراد ترسو که قایم شده بودن آنن یهو دگرگون میشن و تبدیل به شخصیت های بسیار شجاع و دلیری میشن که خود این پتروس که 3 بار انکار کرده بود مسیح رو در جلوی جماعت یهود میسته و طوری با اونها صحبت میکنه که مقصر اصلی شما بودید که عیسی مسیح رو مصلوب کشید، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید. به گونه ای صحبت میکنه با شهامت دلیری که 3000 نفر اونجا توبه میکنن. آیا این عجیب نیست؟ آیا این کار عمیق و عملی پاراکلیت دیده نمیشه در زندگی این افراد؟ تا حالا شده که دلیل شهامت به دست آوردن شاگردان تحقیق کرده باشید که چی شد؟ اونو یهو شجاع شدن، آدم های بیباکی شدن؟ شاید بگید خب به خاطر روح القدس که اومد. بله به خاطر روح القدس بود، ولی روح القدس چه کار کرد؟ روح القدس چه کاری میکنه؟ وقتی که میاد چه کاری میکنه؟ ذهن رو باز میکنه که چیکار بکنه. خود عیسی مسیح گفت چی اگر روح القدس بیاد چیکار میکنه؟ پسر رو جلال خواهد داد. یعنی چی پسر رو جلال خواهد داد؟ یعنی اینکه نقشه الهی رو، اون نقشه نجات بشریت رو از طریق اون کاری که خدای پدر در نقشه داشت از طریق پسر به انجام میرسونه. این یک مکاشفه هستش، این یک حقیقتی هستش که در واقع برای ذهن ما باز میکنه. و مرحله دومی که به ما نشون میده که زندگی کنونی ما 70-80 سالی که داریم تمام زندگی ما اینجا خلاصه نمیشه. همین شاگردانی که از ترس جانشون قایم شده بودن یهو برگشتن تبدیل شدن که خودشون در دم مرگ پای حاضر بودن که فدا بشن و همشون هم فدا شدن. چه چیزی اتفاق افتاد تو اون مرحله که ذهن اون باز شد؟ چون حقیقت رو فهمیدن که زندگی فقط برای اینجا نیست. آنها بعد دیگری از زندگی و حیات را برای اونها باز شد و به طرز عجیب و پرقدرتی برای اونها مکاشفه شد که زندگی فقط این 70-80 سال عمر ما اینجا نیستش، بلکه حیات واقعی ما بعد از این حیات فیزیکی ما صورت میگیره. و این یک مکاشفه‌ای بود که روح القدس در واقع به این شاگرده به طرز عجیبی براشون باز کرده بود که اونها حاضر شدن حتی زندگیشون هم اونجا فدا بکنن. این مثال میخوام به شما بدم. اگر امروز به شما بگن 24 ساعت دیگه عمر شما به پایان میرسه، چه خواهید کرد؟ کسی میتونه جواب بده؟ عمر شما اگه به تو حکم مرگتون رو بزنن جلوی روی میز شما، بگن تو 24 ساعت دیگه شما رفتنی هستید، من فکر میکنم خبر خوشایندی نخواهد بود برای کسی که خبر مرگش رو بهش بدن و از لحاظ روحی و روانی به هم خواهد ریخت، نمیدونم افسرده میتونه باشه، عکس‌العمل‌های عجیب غریبی میتونه طرف از خودش نشون بده که قابل پیشبینی نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه که تو 24 ساعت دیگه شما با محبوب خودتون قراره که اون تا ابد باشید،
با مسیح جلال یافته قراره که تمام زندگیتون اونجا با او بگذرونید، اون موقع چطور نگاه خواهید کرد؟ پس کسی که با من برای مسیح در واقع زندگی میکنه و روی زمین در پی خدمت عیسی مسیح هست و دنبال جلال یافتن عیسی خداوند باشه، طبیعتاً این خبر یکی از بهترین خبرها میتونه باشه، چون به محبوب خودش میرسه. همون طوری که به پولس در فیلیپیان باب 1 میگه که من بین این دو موندن و رفتنم گیرم، نمیدونم کدوم رو انتخاب بکنم، اگرچه بیشتر میپسندم که برم و پیش محبوب عیسی مسیح باشم، ولی مثل که در روح حس میکنم که اینجا باید باشم چون برای شما مفید هستم. ولی میگه بیشتر میپسندم که برم. و کسی که وقف خدمت زندگیش وقف خدا هست، با شنیدن این خبر بیشتر خوشحال میشه، چون میدونه پیش محبوب خودش میره. شاگردان من فکر میکنم همین مکاشفه رو براشون داشت، متوجه شدن که در واقع مرگ یک فرصتی است برای رسیدن به محبوب دل خودشون و اون عیسی مسیح بود. و کسی که با محبت مسیح در روی زمین زندگی میکنه و اشتیاق فراوان برای او داره، این مرگ نمیتونه مانع خدمت مسیحیان باشه. چرا؟ چون حتی مرگ بدترین تهدید جانی یک انسان رو به حساب میاد، در واقع برای ما مسیحیان یک فرصت ایجاد میشه. بر همین بود که شاگردان یهو از این رو به اون رو شدن، چون این مرگ فاصله نمینداخت بلکه وصل میکرد. بر همین بود که این افراد که جان خودشون ترسیده بودن، یهو تبدیل به یک افراد شجاع، بیباد و دلیر میشن که تا حالا سابقه در تاریخ نداشته این زودی طرف شجاع بشه. یه زمانی وقتی که من جوان بودم خیلی میخواستم بدونم که آیا پس از مرگ حیاتی هست یا نه. حتی یک بار تصمیم گرفته بودم که خودم بکشم، در حال دمدمایی که میخواستم بمیرم ببینم اونجا حیاتی هست یا نه. ولی خب دیگه جرئت نکردم واقعیتش دیگه این کار رو بکنم، و این سوال من رو کاملا از خدا جدا کرد. ولی زمانی رسید که وقتی روح القدس اومد ذهن من رو باز کرد و صحبت از حیات مجدد در بعد از مرگ هست صحبت کرد و گفت و در کلامش چقدر بارها در مورد این صحبت میکنه، کاملا زندگی من رو تحول داد، کاملا من زندگی من عوض شد. پس ببینید شاگردان به همین جوری که میگیم روح القدس اومد و تبدیل به آدم های شجاع شده، یک قدرت جادویی درش نبود که بگیم از بالای چیزی اومد و شما من شجاع تصدیق کرد شجاع شدن و افتادن و دیگه نترسیدن از من. نه، یه حقیقتی براشون باز شد. روح القدس در واقع همین کارو میکنه، یک حقیقتی برای ما باز میکنه که ما متوجه میشیم برای چی به دنیا اومدیم، ما متوجه میشیم که برای چی باید زندگی بکنیم و برای چی باید بمیریم. وقتی این حقیقت مکاشف با اون قدرت عجیبش باز بشه، دیگه من بعید میدونم کسی بخواد اون روش زندگی گذشتش رو باز بخواد ادامه بده. کاملا وابسته و محکم در ادامه پیروی از خداوند پیش خواهد رفت. خب پس نتیجه سومه که آخری مرحله میرسیم به کار فوری روح القدس وقتی در زندگی ما عمل میکنه، قسمت شفا و معجزات هستش که از طریق اون تعییداتی گرفته میشد که افراد وقتی که همین شاگردان که هیچ توانایی رو نداشتن، به محض دریافت روح القدس و خدمت کردن شروع میکنن به چیکار کردن؟ شفا دادن. همون کاری که عیسی مسیح انجام میداد، تو کوچه و خیابونا میرفت و مریضا رو شفا میداد، کورا رو بینا میکرد، مرده و خرام هم زنده می شدن. همین کار رو ما نگاه می کنیم که همون روح القدس، اینگار عیسی مسیح در روح القدس در شاگردان همون کار خودش رو داشت پیش می برد، هیچ فرقی نکرده بود. متوجه هستید؟ پس متوجه هستید که چطور از طریق شفا و معجزات هم این تأیید این بود که عیسی مسیح از طریق روح القدس در کنار در میان شاگردان هست. همون خدمتی که مسیح داشت، همون رو در از طریق روح القدس در ما این کار رو انجام میداد. تا حالا شده شما
برای کسی دعا بکنید و شفا گرفته باشه؟ چند نفر میتونن شاهده بدن واقعا؟ چند نفر شاهده هستن؟ یک نفر فقط؟ یعنی تا حالا ما بقیه برای یک مریضی بیماری دعا نکرده، شفای جاری نشده؟ نه، تعارف نکنید، یعنی ما که شفا نمیدیم، یعنی روح القدس که شفا میده. ما باید اول روح خدا رو داشته باشیم و بعد با نام عیسی مسیح دعا میکنیم و شفا جاری میشه. نمیدونم اگر عزیزانی هم که در فیسبوک یا در یوتیوب این برنامه دنبال میکنن، از شما سوال میکنم، آیا شما شده که برای یک بیماری شخصی دعا کنید و شفا جاری بشه؟ و اگر تا حالا نشده، من پیشنهاد میکنم حتما این قانون شکنی رو توبه کنید و برید و دعا بکنید، چون قرار نیست شما شفا بدید. عیسی گفت من در روح با شما هستم و برید چیکار بکنید که کار منو پیش ببرید. و این سوال من از شما این خواهد بود که چرا تا حالا بعد از این همه وقت برای یک بیماری دعا نکردید؟ آیا فکر کردید؟ جوابش نگرفت. دعا کردیم شفا بگیره، ولی نمیدونیم شفا گرفت یا نه، که بدونیم آقا گرفت. دعا از طریق دعا کردید بس. بله، دعای گروهی، بله شفا. نه شخصا، دو گروهی نه، شخصا برای کسی شخصا دعا کنیم. بله ولی بله خب تا حالا هیچ اتفاق نیفتاد. من شفا گرفتم از طریق دعایی که تو کردی. اوکی، خدا برکت. خب پس این دیگه نمونه هستش. این من فکر میکنم این یک تاییدیه هست که درسته هر کسی نمیگم عطای شفا داشته باشه بره معجزات بکنه، مردار رو زنده بکنه، نه منظورم این نیست. به هر حال این قدرت روح القدس برای چیزهای خاصی هم خیلی معمولی هم شده که میتونه برای سرماخوردگی کسی که تب کرده دعا بکنید اتفاق بیفته و تبش در جا قطع بشه، یا میتونه به طرق دیگه انجام بده و دعا میکنه یه اتفاق اونجا رخ میده، دل کسی باز میشه، مکاشفه میشه، احساس میکنه که غمی اون رو فراگیر، بعد دعا میکنه یا اون غم اضافه یا افسردگی که داشت یا احساس میکنه شفا یافت. حتما شفای فیزیکی نباید باشه، همین حضور شما، محبت کردن های شما میتونه شخص زندگی شخصی رو عوض بکنه و با دعاهای شما برای اون شخص میتونه ذهن اون باز بشه برای فهمیدن اون ملکوت آسمانی. من خودم عطای شفا ندارم، ولی شده بارها برای کسی که مریض بود دعا کردم و در جا من دیدم که شفا گرفت. این به ایمان من هم میرسوند که من باور نداشتم که شفا بگیره، ولی یا دیدم کسی که تازه من ایمان آورده بودم برای کسی دعا میکردم که 3 روز خوابیده بود، رفتم خونهشون و دعا کردم همینجا خیلی راحت بدون اینکه تعلیمی گرفته باشم و دست گذاشتم روشون و دعا کردم در نام عیسی مسیح، اومدیم شروع کردیم با پسرش صحبت کردن، یه دیدم سر پاک شد، شروع کرد پذیره کردن. خودمون تعجب کردیم. پس این کار انجام شده. اگر نکردید این کار انجام بدید. حالا به طرقهای دیگه همونطور که گفتن، چون روح القدس خود ایده حضور عیسی مسیح در ما، وقتی ما میپذیریم روح القدس رو داریم، ببینید عیسی مسیح در ما هست، در کنار ما، در درون ما زندگی میکنه که چیکار بکنه. روح القدس مأموریتش چیه؟ کار عیسی مسیح رو بر روی زمین ادامه بده. ادامه کار عیسی مسیح روی زمینه. من و شما کارمون چیه؟ عاملی باشیم که عیسی مسیح از طریق روح القدس در ما انجام بده کار پادشاهی خودش روی زمین. پس برای این ما دعوت شدیم. کار روح القدس امروز در قلبای ما میخواد انجام بده. آیا واقعا بی‌نظیر نیست؟ آیا شما خوشحال هستید به جایی که عیسی مسیح، به جایی که عیسی مسیح باشه، روح القدس در ما هست؟ به راستی داشتن روح القدس در درون خود بهتر از داشتن عیسی همراه خوده. قبول دارید اینو؟ البته اونم خوبه، ولی خب. مثلا متوجه نشین درس بعد دوباره از اول من درس بدم. آخه اونم قشنگه، اونم چی قشنگه؟ عیسی مسیح همون شخصیتی هست که در روح القدس داره انجام میده. دنبال چه قشنگی میگردی؟ ولی بعضی وقت دوست داری از نزدیک اینو یعنی مثل یه آینه ببینی. دنبال چه میگردی نمیدونم، ولی تمام عیسی مسیح گفت تمام جلال من در روح القدس به ما در واقع آشکار میکنه و اگه دنبال دیدار هستید پس در واقع وقتمون تلف نکنید. عیسی مسیح در روح القدس در ما کار میکنه و او زنده است. من فکر میکنم همچین خدایی تو هیچ فرقه دین و آیین و مذهبی شما نمیتونید ببینید که از طریق روح القدس در آن واحد در همه جا حضور داشته باشه و در حال انجام ماموریت خودش باشه. آمین. امروز قلب ما رو لمس میکنه، جای دیگه همزمان کسی رو مس میکنه، جای دیگه شفای جاری میشه و
نگاه بکنیم به عظمت خدا، وقتی که من لازم منطقی سر در نمیاریم، چطور میتونه خدا به این شکل حضور داشته باشه در تمام این کره زمین؟ نگاه کنید به کائنات، متوجه خواهید شد عظمت خدا. وقتی که سیاره ها با سیاره های مختلف نگاه کنید، زمین نسبت به اون سیاره هایی که هست اندازه سر سوزنه. پس برای خدا اینکه زمین رو احاطه بکنه و بتونه در همه ما عمل بکنه، اونقدر چیز بزرگی نیست. برای ما شاید مقدار غیر ممکنه، ولی روح خدا میگه بر سطح زمین میخرمید و زمین رو چیکار کرد؟ اونجا شروع کرد به آفرینش. یعنی تمام سطح زمین رو با روح خدا اونجا احاطه میکنه و امروز هم در قلب من و شما میتونه ساکن باشه و هر یک از ما رو احیا بکنه. این زیباترین کار خلقت، کار خدا هست که از این طریق خدا خواست که با من و شما مشارکت داشته باشه، در ارتباط باشیم، زندگی ما را تبدیل بکنه، خودمون را وقف او بکنیم و به این شکل جلال او از طریق ما بر روی زمین انجام بشه. آیا جای این نیست که خدا را شکر بکنیم؟ چند لحظه خدا را واقعا به خاطر این کار عظیم روح القدس که امروز در قلب ما هستش بدون شکر بکنیم. واقعا خداوند تو را شکر میکنیم واقعا برای آنچه که تو امروز در طریق عیسی خداوند، از طریق روح خودت در ما عمل میکنی. میپذیری حضور پر جلال خودت رو؟ میپذیری ای خداوند کاری که تو انجام میدی در طریق روح القدس امروز هم در قلب مر یک از ما انجام میدی؟ میپذیری روح القدس اون جلال خودت رو امروز در این ساعت که در قلب های ما تو سخن میگی و هر نوع شک و بیمانی و ناباوری رو، هر اون چیزی که ضعف خودمون رو خداوند میخواد جایگزین تو باشه، در نام تو عیسی خداوند میخوایم که تو با قوت خودت کنار بزنی و مثل این شاگردان که در آن واحد تبدیل شدن و جلال تو رو سراییدن ای خداوند، واقعا ما نیز بتونیم به همین شکل ادامه بدیم و جزوی از آن خواندگی رو داشته باشیم که تو ما را به جهت همون امر ما را خلق کردی برای خودت و جلال تو در ما دیده بشه و نور تو در ما دریده بشه. خداوند شکر میکنیم ای روح القدس عزیز، خوش آمدی بر زندگی های ما، خوش آمدی خداوندم. من تمام خودمون و زندگیمون رو وقف تو میکنیم. ما رو در بر بگیر، ما رو احاطه کن و ما رو پیش ببر. تشکر میکنیم ای خداوند، تمام جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. خب درس امروز ما اینجا در واقع پایان یافت. عزیزانی که از طریق فیسبوک و یوتیوب تماشا میکنن پیگیری هستند، اگر سوالی بود میتونید سوالات مطرح بکنید، اگر نه خب بهتر، کار من راحت‌تر میشه. و اگر خب دوره بعدی پس میتونیم ما در خدمت شما باشیم. فیض خداوند با شما باشد، چون ما الان میخواییم اینجا وقت دعایی داشته باشیم و جاهای شما عزیزان که دور هستید خالی هست و وقتای بسیار پربرکت اینجا داریم و مخصوصا که روح خدا وقتی که در جمع هستیم بیشتر و بهتر عمل میکنه و امیدوارم شما هر جایی که هستید کسی باشه در کنارتون که متحدم بتونید برای همین حضور روح القدس با هم متحدن دعا کنید و جلال خدا را بطلبید تا ذهن ما را باز کنه تا اون عیسی خداوند را، آنچه که در زمان خودش انجام میداد، امروز در طریق روح القدس در ما انجام بده و در شما نیز به حرکت در بیاره. فیض خداوند با شما باشد و بماند. آمین.